سرخط خبرها. Donald Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment. تبرئه ترامپ در سنا. اکثریت جمهوری خواه به استیضاح رئیس جمهوری خاتمه داد، مخالفان اما ناراضی‌اند. نگرانی از پیامدهای جنگ در ادلب. ترکیه از روسیه خواست جلوی عملیات ارتش سوریه را بگیرد. بزرگترین باند مواد مخدر افغانستان در دست ماموران امنیتی. 6 مقام وزارت داخله بازداشت شدند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا از سمت خود برکنار نشد. در پایان روند استیضاح دونالد ترامپ، شمار سناتورهایی که به برکناری او رأی دادند به حد نصاب لازم نرسید. جلسه محاکمه آقای ترامپ در سنا در حالی به پایان رسید که جمهوری خواهان از نتیجه آن راضی بودند و دموکرات ها عصبانی. سام فرزانه از واشنگتن گزارش می‌دهد. گناهکار است. معترضانی که روبروی کنگره آمریکا جمع شدند میگویند جمهوری خواهان بر گناهان دونالد ترامپ سرپوش گذاشتند. کل دادگاه نمایشی بود. شاهدهایی رو که حقمون بود نذاشتن احضار کنیم. او مجرمه. استیضاح شده و باید محکوم و برکنار بشه. اکثریت سنا اما رأی به بیگناهی آقای ترامپ دادند. مجلس سنا رئیس جمهوری آمریکا دونالد جان ترامپ را محاکمه کرد و 2/3 از سناتورها او را در موارد اتهامی مجرم نشناختند. بنابراین دونالد جان ترامپ همچنان رئیس جمهوری آمریکا باقی میماند و به این ترتیب از اتهامهایش تبرئه میشود. دموکرات ها رأی به گناهکاری و جمهوری خواهان رأی به بیگناهی دونالد ترامپ دادند. فقط یک سناتور استثنا بود. من با رأیم به فرزندان و نوه هایم میگویم که به وظیفه خودم، آنطور که به گمانم کشورم از من انتظار دارد، تا حد امکان عمل کردم. من فقط یک نام در میان همه نام هایی هستم که نسل بعد در تاریخ این دادگاه میبیند و متوجه میشوند که من یکی از کسانی بودم که اقدام رئیس جمهوری را اشتباه بزرگی دانستم. استیضاح کنندگان میگفتند که آقای ترامپ با گرو گرفتن صدها میلیون کمک اختصاص داده شده به اوکراین میخواسته رئیس جمهوری این کشور را راضی کند تا نام یکی از رقبای انتخاباتی آقای ترامپ را لکه‌دار کند. دموکرات‌ها فکر می‌کردن ایده خوبی دارن، اما دست کم در کوتاه مدت براشون اشتباه سیاسی بزرگی بود. این ساختمان سنای آمریکا جایی که سناتورها اجازه ندادن دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با استیضاح به پایان برسه. استیضاح در بخش دیگری از ساختمان کنگره، یعنی در مجلس نمایندگان تصویب شده بود. مجلس نمایندگان در دست رقبای سیاسی آقای ترامپ که با او رویارویی جدی دارند. رئیس مجلس نمایندگان یک شب پیش از تبرئه رئیس جمهوری متن سخنرانی سالانه او را در حضورش پاره کرد. پاسخی تند به آقای ترامپ که دستش را هنگام خوشامدگویی پس زده بود. تنشی که بین دو حزب اصلی آمریکا بالا گرفته در سال انتخابات زنگ خطری است برای آنهایی که نگران هستند کشور بیش از این دوپاره شود. اتحاد هم فعلا آرزوی بیش نیست. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. خشار جنیدی خبرنگارمون از دفتر واشنگتن. ماماس خشار، شاید این دقیقاً همون نتیجه‌ای هست که آقای ترامپ به دنبالش بود، یک موضوعی که حتی میتونه بیشتر از قبل به محبوبیت او در انتخابات پیش رو کمک کنه. الان واکنش او چه بوده؟ البته این بستگی داره از چه کسی بپرسید که تا چه اندازه این موضوع به محبوبیتش تاثیر میگذاره. البته نظرسنجی اخیری که انجام شد محبوبیت او رو 49% نشون داده. در طول دوران ریاست جمهوریش همواره یک نوسانی داشته، هولوهوش همین 40-50%. اما خود آقای ترامپ لحظاتی پیش یک صحبت هایی کرد، اشاره ای داشت به
این قضیه استیضاح در یک برنامه دینی آقای ترامپ داشت، در یک مراسم دینی سخنرانی میکرد، البته سخنرانیش هنوز ادامه داره. به این نکته اشاره کرد که کل روند استیضاح رو ازش به عنوان یک مصیبت وحشتناک برای خودش و خانوادهش نام برد. دموکرات ها رو افراد غیر صادق و فاسدی نام برد که میخوان کشور رو نابود کنن و میخوان به کشور لطمه بزنن. گفت اونها خودشون رو نسبت به کشور در اولویت میدونند و از اون چیزی که به گفته او درایت جمهوری خواهان برای انجام کاری که درست بوده قدردانی کرد و به این نکته اشاره کرد که افرادی رو دوست نداره که از ایمان خودشون یا دین خودشون استفاده میکنن تا توجیه کنن اون کاری رو که به نظرشون غلط هست ولی میخوان انجام بدن. اشاره غیر مستقیم به میت رامنی. البته اینها نخستین واکنش آقای ترامپ در برابر دوربین هست که میشنویم. ظهر امروز به وقت واشنگتن آقای ترامپ قرار هست که یک صحبتهایی رو انجام بده که در حقیقت منتظر هستیم ببینیم اصل صحبتهاش اونجاست و اونجا چه خواهد بود. میت رامنی به عنوان تنها سناتور جمهوری خواه به برکناری ترامپ رای داد. واکنش جمهوری خواهان به آقای رامنی چه بوده؟ بسیار شدید. پسر آقای ترامپ، دونالد ترامپ جونیور، در توییتر نوشته بود که جمهوری خواهان سنا باید آقای رامنی رو از جمع خودشون اخراج کنند. سنای ایالتی در ایالت یوتا که آقای رامنی از اونجا نمایندگی داره، دنبال این هست که ببینن میتونن طرحی رو تصویب کنن که دوره نمایندگی 6 ساله او در سنا رو قبل از اینکه به سر بیاد خاتمه بدن. اما جالب واکنش رسانه‌های محافظه‌کار و طرفدار آقای ترامپ بوده که به شدت به او تاختند، از جمله لودابز، مجری مشهور در شبکه فاکس نیوز که میت رامنی رو مقایسه کرده با یهودا یا بروتوس. یهودا کسی هست که گفته میشه حضرت مسیح رو لو داد و بروتوس هم یکی از یاران نزدیک جولیوس سزار بود که در زمانی که در سنا ریختن سرش تا کارداجینش کنند او هم چاقو زد به جولیوس سزار. بالاخره در این حد دارن از آقای رامنی نام میبرن. خود آقای رامنی هم گفته بود که میتونه این قضیه براش تبعات سیاسی به همراه داشته باشه، به خصوص که نماینده یک ایالتی هست که بسیار محافظه‌کار و جمهوری خواه هست. متشکرم از تو خشای جنیدی در واشنگتن با ما. و البته باید اشاره بکنم که در ادامه برنامه های امروز به صحبت های دونالد ترامپ و واکنش او به تبرئه از این استیضاح بیشتر خواهیم پرداخت. وزیر خارجه ترکیه میگوید برای پایان دادن به عملیات نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب با روسیه مذاکره کرده. دیروز هم رئیس جمهوری ترکیه به دولت سوریه هشدار داده بود که نیروهایش باید تا پست های دیدبانی عقب نشینی کنند. اوایل هفته 8 سرباز ترکیه در حملات نیروهای سوری در ادلب کشته شدند. ترکیه هم گفت در حمله تلافی جویانه بیش از 30 نفر از آنها را کشته. در همین رابطه آمریکا هم از روسیه خواسته به درگیری ها در ادلب پایان دهد. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه با ما هستند. آقای پیشتر هم این هفته آقای اردوغان بسیار به شدت کوبید به نیروهای روسیه، ولی فکر میکنید که این تنش قرار هست تا کجا ادامه پیدا کنه و آیا قرار هست که روسیه پاسخی بده به این درخواست های ترکیه؟ ببینید، در حال حاضر اون چیزی که در ادلب مشاهده هستیم دوئل روسیه و ترکیه هستش در مورد این آخرین دژ مخالفان اسد و به نظر نمیرسه که هیچ کدوم از این دو قدرت در واقع ژئوپلیتیک در سوریه بخوان کوتاه بیان. مشخصا من فکر میکنم که اینجا روسیه به نظر میرسه که همچنان داره از اسد حمایت میکنه و قرار نیستش که بخواد حملاتی که حالا ارتش سوریه انجام میده با کمک جنگنده‌های روسیه بخواد به این زودی ها کاهش بده بکنه، هرچند با قطعیت نمیشه گفت. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، من تصور میکنم با توجه به این اتفاقاتی که ما الان شاهد هستیم 3 سناریو محتمل هست در حالا کوتاه مدت. یا اینکه یک توافقی، همونطور که ترکیه میخواد، توافقی بین روسیه و ترکیه برقرار میشه و اینجا باعث میشه که نیروهای ارتش سوریه تا یه حدی بتونن پیشروی کنن، یعنی به طور مثال تا بالاتر از جاده M4 و M5 که خیلی استراتژیک هست برای سوریه برای بازسازی، بیشتر از این پیشروی نکنن. این یک سناریو که حالا بین توافق بین ترکیه و روسیه باشه بین آقای اردوغان و پوتین در روزهای آینده شاید. سناریوی دوم این هستش که روسیه به طور کامل
پشت اسد بیسته و بین دمشق و آنکارا دمشق رو انتخاب بکنه. اینجا مجبور بشه ترکیه رو مجبور بکنه که نیروهاش رو از ادلب خارج بکنه با استفاده از حالا اهرام فشار اقتصادی، و بعد اینجا ما شاید باشیم که روابط روسیه و ترکیه تضعیف بشه و حتی شاید به پایان شراکت روسیه و ترکیه در ادلب فقط نه در واقع کل روابط دو جانبه خودشون بیانجامه، و اینجا شاید ترکیه به سمت آمریکا بره، بخواد آمریکا از اون حمایت بکنه، یک چرخشی رو ما شاهد باشیم. ولی اینجا به نظر نمیرسه که آمریکا هم بخواد به این راحتی ها به ترکیه چراغ سرد نشون بده. شاید در ازای حمایتی که بخواد بکنه از ترکیه در ادلب بخواد که به طور مثال ترکیه اون S-400 که خرید سامانه S-400 بخواد قیدش رو بزنه. این شرایط خیلی پیچیده است. و سناریوی آخر، سناریوی سوم این هستش که روسیه بیاد مخالف جوره اسد بیسته و مانع از این بشه که اسد بیش از این در واقع پیشروی بکنه. چون یک نکته خیلی مهمی رو اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که روس‌ها هم مواظب هستن، به نظر میرسه که نمیخوان سریع این پیشروی انجام بشه، چون اگه ادلب تصرف بشه، خود شهر ادلب توسط ارتش سوریه، اینجا اسد جسارت بیشتری پیدا میکنه، نیاز نظامیش به روسیه کم میشه و هرگز روسیه نمیخواد که اسد همچنان در واقع این نیازش کم بشه و میخواد که همچنان اسد به روسیه نیاز باشه و برای این سناریو من محتمل‌ترین سناریوها میدونم فعلا. متشکرم از شما حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل از ازمیر ترکیه. سازمان عفو بین الملل میگوید دولت عربستان به رغم تلاش برای ترسیم چهره اصلاحگرا از خود، به صورت سازمان یافته فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را تحت تعقیب قرار میدهد و سرکوب میکند. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته تحقیقات 5 سالش درباره 95 پرونده دادگاه ویژه جرایم تروریستی نشان میدهد این دادگاه مخفی در ریاض به عنوان اهرمی برای خفه کردن انتقادها علیه حکومت پادشاهی به کار گرفته شده. بنابر این گزارش، این دادگاه در یک دهه اخیر برای بسیاری از منتقدان، نویسندگان و فعالان سیاسی به ویژه شیعیان احکام حبس طولانی مدت و اعدام صادر کرده. میثم بهروش، پژوهشگر بین‌الملل در دانشگاه لند از شهر مالمو سوئد با ما هستن. آقای بهروش، آیا انتشار چنین گزارشی رو دور از احتمال ما می‌دیدیم در مورد عربستان؟ خیلی ببینیم، من فقط یک نکته رو در همین ابتدا عرض بکنم که این دادگاه در واقع دادگاه SCC یا دادگاه جنایی ویژه Specialized Criminal Court این مخفی نیست، یعنی اونطور که در اخبار یه ذره مطرح شده این از 2008 بوده و در واقع 2008 برای دادگاهی کردن و پیگرد قانونی از افرادی با القاعده مرتبط بودن این تأسیس شد، و ولی خب اون فرایندی که بر اساس اون تصمیم گیری میشه عمل کردش و اینها تا حدی رازآلوده، یعنی سرآلوده، به خاطر این یه ذره جلب توجه کرده. ولی در طی سالهای اخیر فعالیتش بیشتر شده، اونم از این جهت هست که من دو نکته رو در این زمینه عرض بکنم. یکی این که خب با کمرنگتر شدن مذهب و شریعه تحت حکومت بن سلمان، یه ذره اون دادگاه های شریعه نقششون داره کمرنگ شده، بنابراین نیاز به نهادهایی هست که به امور غیر شریعه در واقع بپردازن، و این دادگاه برای همچین منظوری در واقع تأسیس شده. یکی هم این که در واقع اون مدیریت تصویری که از بن سلمان عمل کردش در افکار عمومی داخلی عربستان هست برای حکومت عربستان، هیئت حاکمی عربستان بسیار مهمه، و از قضا به خاطر همین افرادی رو که در این دادگاه ها محاکمه میکنن و عفو بین الملل هم بهشون اشاره کرده، هم از روزنامه‌نگاران، مخالفان، در واقع فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، اینها رو تحت این دامنه یا یک تفسیر فراخی از تروریسم دارن محاکمه میکنن. یعنی حتی مخالفان حکومت رو که با سیاست‌های حکومت در واقع مشکل دارن یا انتقاد میکنن، اینها رو میان میچسبونن به تروریسم، و اینش برای افکار عمومی داخلی راحت‌تر جا میفته که این برنامه‌های اصلاحی که مثلا بن سلمان داره پیش میبره با همچین چالش‌های جدی مواجهه. همین آوریل در واقع گذشته 37 نفر رو اعدام کردن، البته خب عمدتاً شیعه بودن، ولی خب مثلا سراغ افرادی هم رفتن که در توییتر خیلی نقش پررنگی دارن، زیاد با
فالوئر دارن، سراغ در واقع یه سری از روحانیون معروف و پرنفوذ این حرکت از صحوه یا بیداری رفتن. و در خب اون بُعد داخلی قضیه و بُعد خارجی قضیه رو نگاه بکنی، بعد از قتل خاشقچی اون فرهنگ مسئولیتی که شکل گرفت و خب اتفاقی برای روابط عربستان به شکل استراتژیک نیفتاد، باعث شده که همچین فعالیت‌های محاکمه افراد با عنوان تروریسم یا اقدام علیه امنیت ملی و اینها خیلی بیشتر جا بیفته، یعنی اینطوری جواب داده. همزمان که داشتیم با شما صحبت میکردیم آقای بهروش، تصاویری هم میدیدیم از کسانی که در این دادگاه محاکمه شدند. متشکرم از شما میثم بهروش، پژوهشگر رابط بین الملل در دانشگاه لند از مالمو سوئد با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با تبرئه دونالد ترامپ در سنای آمریکا روند استیضاح او به پایان رسید. ترکیه از روسیه خواست جلوی عملیات ارتش سوریه را در ادلب بگیرد. در ادامه این برنامه، بازی استقلال و پرسپولیس زیر سایه مربی جدید تیم ملی فوتبال. وزارت داخلی افغانستان 6 مقام امنیتی این نهاد را به اتهام رهبری بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر در کابل بازداشت کرده. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت گفته آنها در تکثیر مواد مخدر در کابل نقش داشتند. به گفته او افراد متهم از فروشندگان مواد مخدر در کابل هم باجگیری می کردند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان از کابل با ما هستند. خانم امینی، در مورد دستگیری این افراد بیشتر به ما بگید و اینکه اینها به صورت مستقیم با باندهای قاچاق مواد مخدر در ارتباط بودند. بسیار تشکر. وزارت امور داخله و رهبری جدیدش متعهد به آوردن تغییرات و اصلاحات بنیادی و ساختاری در وزارت امور داخله بود و دقیقاً 10 ماه قبل ما ریاستی را ساختیم به نام امنیت داخلی که یگانه وظیفه و مکلفیت ریاست نظارت دقیق و جدی از همکارای ما در مرکز و ولایات است. ما طی 10 ماه گذشته تانستیم 725 نفر را به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان معرفی بکنیم که در فساد دست داشتن و یا هم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای صورت گرفته بود، و امروز بالاخره 6 نفر از کسایی را که در قماندانی امنی کابل کار میکردن عملا در قسمت مبارزه با مواد مخدر دستگیر و به تارانولی افغانستان دوسیه‌هایشان سپرده. در رأس از اینا شخصی به نام میان احمد احمدی که مدیر عمومی مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی کابل بود، با 5 نفر از زیردستایش که بزرگترین شبکه برای خرید و فروش مواد مخدر را اینا ساخته بودند و بزرگترین قاچاقبرا در سطح کابل بودند که میفروختند و از کسایی که میفروختند مواد مخدر را برای هموطنای ما از اونا باج هم میگرفتند. و در کنار از این میان احمد احمدی رئیس عمومی گروپ افغان سوئیس در افغانستان هم هست. با توجه به اینکه اینها افراد با نفوذ در رأس قدرت و در رأس نهادهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بودند، چنین اتفاقی افتاده در افغانستان، چه تضمینی هست که گروه‌های بیشتری همچنان ادامه ندن به این موضوع الان؟ دو روز قبل وزیر داخلی کشور به شکل بسیار جدی هدایت داد به معینیت مواد مخدر وزارت امور داخله که طی دو ماهی که ما پیش رو داریم این معینیت باید مبارزه جدی خود در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر آغاز بکنه و بزرگترین قاچاق برای مواد مخدر را در سطح مرکز و ولایات دستگیر بکنه، و این مبارزه به شکل بسیار جدی ادامه خواهد داشت. ما برای هموطنان ما اطمینان میدیم که وقتی ما در مورد اصلاحات جامعه صحبت میکنیم، ما اصلاحات از درون خانواده وزارت امور داخله شروع کردیم و ایره به اثبات هم رساندیم که 725 نفر در گذشته و 6 نفر امروز از مقامات بلند رتبه که در وزارت امور داخله کار میکردن و عملا اینا متهم به فساد بودن، ما اینا رو معرفی ساختیم. با سلسله کاری که امروز صورت گرفت، ما این مبارزه رو به شکل بسیار جدی ادامه خواهد دادیم و به زودترین فرصت بزرگترین قاچاق برایی که در شهر کابل و ولایات دیگه به شکل بزرگ کار میکنن و قاچاق برای مواد مخدر هستن، ما اینا را دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میسپاریم و تعهد ما بسیار جدی است. متشکرم از شما مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در کابل.
در حالی که دولت چین با محدود کردن جابجایی مردم سعی می‌کند جلوی گسترش بیشتر ویروس کرونا جدید را بگیرد، آمار کشته‌ها در این کشور به بیش از 560 نفر رسیده. همزمان تایوان ورود چینی‌ها را ممنوع کرده. هنگ کنگ، ماکائو، سنگاپور، آمریکا و استرالیا هم افرادی را که به چین رفته بودند دو هفته قرنطینه می‌کنند. در تاجیکستان چند صد نفر به زن آلودگی به این ویروس قرنطینه شدند. در ایران هم بنا بر گزارش‌ها بعضی از مسافران برگشته از چین در یک هتل تحت نظر قرار گرفتند. چین میگوید تعرفه اضافی اعمال شده بر کالاهای آمریکایی به ارزش بیش از 75 میلیارد دلار را به نصف کاهش می‌دهد. این تصمیم در راستای توافقی است که چین و آمریکا اخیراً برای کاهش تنش تجاری امضا کردند. البته مالیات‌های دیگر همچنان برقرار خواهد بود. شیوع ویروس کرونا لطمه بزرگی به اقتصاد چین زده و این تصمیم می‌تواند تحول مثبتی بر اقتصاد این کشور به همراه داشته باشد. در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن یک نوجوان فلسطینی با شلیک سربازان اسرائیلی کشته شد. درگیری هنگام تخریب خانه یک فلسطینی رخ داد که متهم بود دو سال پیش در قتل یک شهرک نشین اسرائیلی مشارکت کرده. همزمان ماموران امنیتی به دنبال راننده فلسطینی هستند که صبح امروز در بیت المقدس با اتومبیلش 12 سرباز اسرائیلی و دو غیر نظامی را مجروح کرد. کریستینا کوچ فضانورد ناسا رکورد طولانی ترین مدت ماموریت فضایی زنان را شکست. او 328 روز در فضا بود و در قزاقستان با سفینه سایوز روسی فرود آمد. ماموریت خانم کوچ کمک به درک بهتر از تاثیرات ماموریت‌های طولانی در فضا بود و پارسال هم با همکارانش جسیکا میر تاریخ ساز شد. آنها نخستین گروه زنان فضانورد بودند که ماموریتشان را بیرون از ایستگاه فضایی بین‌المللی تکمیل کردند. در شهرآورد تهران استقلال و پرسپولیس دو بر دو مساوی شدند. در همین حال سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد. راگان اسکوچیچ 51 سال اهل کرواسی طی چند سال گذشته در فوتبال باشگاهی ایران مشغول به کار بود. آقای اسکوچیچ در تیم‌های ملوان بندرانزلی، فولاد خوزستان، خونه به خونه بابل و صنعت نفت آبادان مربیگری کرده. پوریا ژافره اینجا در استودیو با ماست. پوریا، قبل از اینکه بریم سراغ بحث سرمربی جدید تیم ملی، در مورد بازی امروز صحبت کنیم، اینکه اصلا استادیوم برای همچین بازی مهمی اصلا حتی پر نشد. درسته، چه بازی جذابی هم بود و علاوه بر اینکه پر نشد، چه حیف که بار دیگه زنان در این بازی نتونستن به استادیوم راه پیدا بکنن. همینجور داره فوتبال ایران ادامه میده این مسئله رو و به نظر میرسه که کاسه صبر فیفا هم لبریز شده باشه، به خصوص بعد از چنین مسابقه هایی. من مطمئن هستم که بار دیگه نامه ها و اعتراض های زیادی روانه فیفا خواهد شد که مسئله زنان رو مطرح میکنه و بعد فدراسیون بیشتر از پیش زیر فشار قرار میگیره. میشه گفت تا یه اندازه‌ای مسائلی که امروز دیدیم در مورد بحث بلیط فروشی و اینکه استادیوم پر نشد، اصلا معلوم نبود بلیط فروشی چجوری انجام شد. گفته بودن لیگ امسال رو با تاخیر شروع کردن که همه چی به صورت کامپیوتری انجام بشه، این کامپیوترها کار خودشون درست انجام ندادن. تا یه اندازه‌ای میشه گفت این مربوط به این مسئله است که در این لحظه که داریم صحبت میکنیم فدراسیون رئیس نداره، سرپرست داره و روز 25 اسفند ماه، 5 روز مونده به شروع سال نو ایرانی، باید که بیان و رئیس جدید رو مشخص بکنن. دارن اینجوری توجیه میکنن که با توجه به اینکه معلوم نیست ماه آینده چه کسانی تو فدراسیون سر کار باشن، مسئله داره اینطوری پیش میره. این که این سرمربی جدید تیم ملی امروز انتخاب میشه، اعلام میشه انتخابش، این چه تاثیر گذاشت روی بازی امروز و اصولا او چطور شخصیتی است برای تیم ملی؟ از نظر اینکه امروز رو انتخاب کردن برای اعلام کردن خودش عجیبه، به خاطر اینکه تو تمام هفته گذشته به صورت مداوم هی گمانه‌زنی بود. بارها ما راجبش برنامه داشتیم، هی عقب انداخته شد. گفته بودن که مربی 100% ایرانیه و بعد یه دفعه توی دقیقه 90 یک همچین انتخابی انجام میشه. در صورت راگان اسکوچیچ کسیه که تو ایران کار کرده، تو همین تیم‌هایی که نامبردی کار کرده، ولی وقتی که بحث سرمربی تیم ملی ایران مطرح میشه، به خصوص با توجه به
کسایی که تا قبل داشتن کار میکردن یه مقدار از نظر کارنامه و رزومه کاری پایین تر هست. من ساعتی پیش یه گفتگوی انجام دادم با حشمت مهاجرانی، مربی سابق تیم ملی ایران که برای اولین بار تیم رو برد به جام جهانی در 1978، حتی اسم خود او هم مطرح شده بود به عنوان مدیر فنی تیم، و نظرش رو در مورد مربی جدید پرسیدم. اون صحبت‌ها رو گوش کنیم. من فکر میکنم که این مربی کروات ما که در سند نب کار میکرد و بعد از استعفا اعلام کرد که من به هیچ باشگاه ایرانی نخواهم رفت، درست همون چیز شد و نشون داد که شاید از قبل این توافق با ایشون شده باشه، چون ایشون طبق سوادگره به هیچ باشگاهی نرفت، خب مستقیما به ملی آمد. ولی چیزی که مسلمه فدراسیون فوتبال قبلا خیلی وقت اینه که همه مردم، همه رسانه‌های گروه اطلاع دارن و میدونن که بعد از کروش اعلام کرد که ما یه مربی بهتر از کروش بده فوتبال مملکت خواهیم آورد. حالا مربی بلژیکم که اومد، اوکی، اونم در حدود الان 2 ماه از رفتن ایشون میگذره، تا این 2 ماه ما نتونستیم تصمیم گیری کنیم. ولی اعتقاد دارم اگر مبنای انتخاب ایشون بر مبنای شناخت فوتبال مملکت باشه، تمام مربیای 16 تیم 18 تیم هر چند تا لیگ یک و لیگ برتری خیلی بهتر از ایشون شناخت دارن رو فوتبال مملکت. یعنی تمام مربیای لیگ که ما همین شرایط دارن و میدونن که حتی شاید بهتر، چون بافت جامعه رو میدونن، رویات جامعه رو میدونن، رویات بازیکن رو میدونن، خیلی زود خودشون رو میتونن با امکانات موجود تطبیق بدن. ولی به هر حال تصمیم گرفته شده، من اعتقاد دارم که قبلا گرفته شده بوده، ولی مثلا فرض کنید الان ایشون رو به حواله میدم به آقای مؤسس کمیته فنی، اگه بخواد همچین چیزی باشه باید قبلا رزومه‌شو به کمیته فنی میداد، کمیته فنی بررسی میکرد برنامه‌شو، به هیئت رئیسه فدراسیون بود، همه چی. من فکر میکنم که خیلی سریع تصمیم گیری شده، خیلی سریع انجام شده. فقط چیزی که میتونم لغتی که روش بذارم، من فکر میکنم که بر مبنای رفع تکلیف بوده. و آقای اسکوچش به هر حال الان انتخاب شده، چه کار میتونه بکنه برای تیم ملی؟ باید تمام تمرکزش رو بذاره که این 4 تا مسابقه‌ای که پیش رو هست رو بتونه نتیجه بگیره. یکی از اون 2 تا بازی جلوی بحرین و عراق رو حتما باید ببره. اگر که نتونه ببره و تیم ایران از این مرحله بالا نره، به نظر من پایان فوتبال حرفه‌ای اسکوچش در این سطح خواهد بود. دیگه تیمی مثل ایران رو به او هرگز نخواهند داد و فدراسیون هم با مشکلات بسیار بسیار جدی فشار عمومی روبرو خواهد. متشکرم از تو پوریا ژافره. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.